به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، به نام مجاهد بنیانگذار محمد حنیف و با تعظیم به روانهای پاک سمبل زن انقلابی مجاهد اشرف رجوی و سردار شهید خلق موسی خیابانی، در سال روز میلاد فروغ جاویدان عشق و معرفت پیامبر رحمت و رهایی حبیب خدا محمد مصطفی، همزمان با تکمیل مراحل سگانی انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین و در پنجمین سال این تحول عظیم عقیدتی که سرسلسله تمامی توانایی ها و دارایی ها و ارزش های ما در سالهای اخیر در مصاف با دشمن خدا و خلق رژیم ضد بشری خمینی است، خواهر مجاهد مریم رجوی را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی می کنم. تبعیت انقلابی از او چه در موضع مسئول اول سازمان مجاهدین و چه در موضع جانشین فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی، وظیفه ایدئولوژی که هر مجاهد خلق است. با قرار گرفتن مریم در موضع مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، انقلاب ایدئولوژی که درونی این سازمان به اوج بلوغ و کمال شایسته خود میرسد و سرچشمه خیرات و برکات بسا عظیمتر برای مجاهدین و خلق محبوبشان میگردد. بگذار تا قید و بندهای استثماری تماماً در هم بشکند و نسیم جامعه بی طبقه توحیدی که در دل و بر مزار هر مجاهد خلق حک شده بر هر سو بوزد و فضای عطرآگین رهایی را بشارت دهد. شهادت می دهم که در 5 سالی که می گذرد همردیف مسئول اول سازمان از همه آزمایشات و ابتلاعات خطیر و عظیم ایدئولوژیکی خود با سرفرازی بسیار عبور نموده و اکنون در اوج شکوفایی ایدئولوژیک از صلاحیتی بی همتا برخوردار است. این شایستگی را که در جریان عمل و تصدی سنگین‌ترین مسئولیت‌ها به اثبات رسیده است، کلیه مسئولان مجاهدین و فرماندهان ارتش آزادی به کرات متذکر گردیده و گواهی نمودند. شخصا نیز باید اذعان کنم که ضمن 5 سال بر مریم بیش از هر کس و هر مسئول دیگری در سازمان مجاهدین سخت گرفتم و از کمترین ایراد و انتقاد در پهنه‌های مختلف مسئولیت‌هایش در نگذاشتم. اما او فراتر از همه آزمایشات خطیرش به حق بر تارک نسل به خونشسته رهایی نشست. تبارک الله احسن الخالدین. این است عالی ترین ثمره عقیدتی و تشکیلاتی مجاهدت نسلی که تا فراسوی طاقت و توان انسانی به مصاف دجال ضد بشر و رژیم پلید او شتافت و رایت شرف خلق ما را در سیاه ترین ادوار تاریخش در اهتزاز نگه داشت. انتخاب خواهر مجاهد مریم رجوی به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران را که به راستی انتخاب اصلح است، به حنیف بنیانگذار، به تمامی شهدا و فروغهای جاودان مجاهد خلق و به همه مجاهدین تبریک میگویم و افتخار ایدئولوژیکی تبعیت از او را برای یکایک خواهران و برادران مجاهدم آرزو می کنم. بر مجاهدین و بر خلق قهرمان ایران گرامی و مبارک باد. از این پس مجاهدین و انقلاب نوین ایران با توانی باز هم مضاعف به پیش می تازند. رود خروشان خون شهیدان زامن پیروزی محتوم خلق ماست.
سلام بر مریم پاک رهایی 26 مهر 1368.